زندگی آرام است مثل آرامش یک خواب بلند زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز زیبا زندگی رویایی است مثل رویای یک کودک ناز زندگی زیبایی است مثل زیبایی یک غنچه باز زندگی تک تک این ساعت هاست ها زندگی, زندگی چرخش این اقربه هاست زندگی, زندگی راز دل, دل مادر من زندگی, زندگی پینه دست, دست پدر است زندگی, زندگی مثل زمان در گذر است بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خدای بخشنده و مهربان هیچ آغازی زیباتر از سلام و هیچ آرزوی بالاتر از سلامتی نیست هر دو را تقدیم شما عزیزان میکنم و امید دارم که جور و من باشین و بیننده برنامه زیبای روشنا با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و امیدوارم که تا آخرین لحظات بیننده برنامه خودتان باشین بله موضوعات برنامه های ما هر روز تقدیم شما عزیزان میشه و امیدوار هستیم که از این برنامه ها و از این موضوعات بتانیم در زندگی خود ما استفاده کنیم و با آنها عمل کنیم وقتی میگیم که در زندگی استرس، نگرانی و و بسیار بسیار چیزهای دیگه وجود داره عوامل های بیرونی و یا عوامل های درونی در نظام خانواده وجود داره اما فردی میتونه مقاوم باشه فردی میتونه شجاعت داشته باشه و فردی میتونه بگویه که من صبور هستم و پر از آرامش هستم که در میان تمام دغدغه ها و در میان تمام استرس ها و استراب های زندگی آرام باشه شما چقدر در زندگی آرامش دارین در کنار تمام سختی ها در کنار تمام مشکلات های زندگی بیایم با خود ما تصمیم بگیریم که زندگی همیشه در آرامش نیست زندگی همیشه در کنار سختی هاست در کنار مشکلات هست در کنار دغدغه ها و استرس ها و استراب ها هست اما مقاوم کسی است که در مقابل تمام این سختی ها آرام باشه و آرامش خودش را حفظ کنه الا به ذکر الله تطمئن و او فقط با نام و یاد خداوند هست که میتاره دلها و قلبها آرام بگیره همراه شما عزیزان هستیم در استودیو و کارشناس محترم برنامه را دعوت میکنیم که تشریف بیارن به استودیو و موضوع امروز که عوامل بیرونی و تاثیر او در نظام خانواده چی هست همراه شما عزیزان گفته میکنیم تا آخرین لحظات همراه ما باشین سلام به نسخه های تلایی خوش آمدین خانواده بهترین وسیله برای رشد مادی و معنوی انسان در زندگی است اما متاسفانه با خطرهای گوناگونی مواجه است که اگر با آنها مقابله نشود ممکن است آسیبهای بزرگ و جبران ناپذیری به این نهاد وارد شود و مسئله تربیت و رشد را با مشکل روبرو کند یکی از این عوامل دخالت اطرافیان در زندگی است این دخالت اگر بجا و سنجیده و خیرخواهانه باشه کمک بزرگی به استحکام خانواده است ولی اگر نسنجیده و بموقع و مغرزانه باشه مشکلات زیادی به وجود می آوره. به همین منظور بهتر از خود اعضای خانواده و خصوص پدر و مادر زندگیشان طور مدیریت کنند که به دخالت نابجای اطرافیان اصلا نوبت نرسد برای این کار دو راهکار و روش مهمتر را در قالب دو رمز برایتان معرفی میکنه. رمز اول مدیریت درست زندگی بهتر است قبل از اینکه دیگرا بعضی از مسائل زندگی شما را مدیریت کنند خودتان مدیریت آن را به عهده بگیرید مدیریت زندگی قسمی است که باید تنها خودتان بر عوامل و اوضاع مسلط باشین و نگذارین دیگران در این مسائل دخالت کنند و یا نظر بتن. برای موفقیت بیشتر در این مسیر، زن و شوهر می تواند از مشاوره همسرداری کمک بگیرد. رمز دوم، مشخص کردن مرز و محدودیت ها. زمانی که برای خود مرز و محدوده ای مشخص کنین، دیگران هم متوجه می شوند که نباید بیش از آن در امور شما دخالت کنند. مرز و محدودیت در زندگی زناشویی کمک می کنن. که دیگران به حقوق شما احترام بگذارند و بیش از آن در زندگیتان نفوذ نکنند. از طرفی داشتن برنامه مشخص سبب میشه که اطرافیان در امور شخصی شما دخالت نکنند. متوجه باشین که هدف حفظ حریم خود با دیگران است و نه قطع ارتباط با اطرافیان. عزیزان بیننده و دوستداران همیشگی برنامه روشنا پدرها مادرها و جمع اعضای خانواده بسیار خوشحال هستم که امروز همراه ما هستین و بر حال عزیزانی که بسیار علاقه من هستن که با برنامه ما در ارتباط باشن نمبر واتساپی رو برایشان میگم و میتونین همین الان و همین اکنون با ما در ارتباط باشین مثبت 964 ۷۸ 255 40 میتونید پیام ها، سوالات، انتقادات، پیشنهادات و هر موضوعی که هست میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. و اما بله ما روزای سی شنبه با خواهر خوب ما خانم حسن زاده در رابطه با عوامل بیرونی و ای که چه قسم در نظام خانواده میتونن موثر باشن صحبت و گفتگوهایی را آغاز کردیم و گپ و گفتگوی ما به اینجا رسید که در رابطه با دخالت اطرافیان که یک نوع عوامل بیرونی حساب میشه در محیط خانواده صحبت و گفتگوهایی داشتیم و باز هم امروز میخوایم که در این رابطه ها صحبت داشته باشیم پس حتما بیننده برنامه باشین به خصوص شما دختران جوان عزیزی که به هر حال تشکیل خانواده بتین بر حال این موضوعات و این صحبت ها برای زندگی شما بسیار بسیار میتونم معثر باشد. حالا مثلا زاده سلام خوش آمدین سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام د... ارز سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزی که برنامه رو میبینن ان در هر کجا هستن جور و سعادتمند و موفق و معید باشن بسیار عالی تشکر میکنیم زنده باشین سلامت خانم حسن زاده ما از عوامل بیرونی که بر نظام خانواده میتونن موثر باشن و تاثیرات داشته باشن از هفته پیش آغاز کردیم و یک سری از صحبت هایی را داشتیم که به هر محیط میتونن مثلا چقدر موثر باشه و اگر جامعه مثلا هر و مرج باشه مثلا هر حال نظام دولتی اگر بخواد که مثلا یک سری کارهایی را برای جامعه و خانواده انجام بده و ناتوان باشه کل این عوامل عوامل بیرونی هست که میتونه در نظام خانواده موثر باشه علاوه اقتصادی و از دیگر لحاظا حالا خب رسید گپ ما به اینجا که ما میخوایم ببینیم که دخالت های اطرافیان خب خانواده های ما همه گسترده هستند در زندگی ما و خب این خوبش است یعنی خوش خوشایند است بله اما این تا چه حد و حدودی باشه و این که دخالت های دیگران در زندگی خانواده کوچک دو نفره یا چهار نفره ای که تشکیل شده در یک خانواده گسترده چه قسم و تا چه حدودی باید باشه بله همانطور که شما فرمودید ما در جلسه قبل در مورد دخالت اطرافیان که از عوامل بیرونی بر زندگی ام. و نظام خانواده بود مورد بررسی یک نکاتی رو بیان کردیم ما در جلسه قبل مفهوم دخالت رو گفتیم گفتیم که وارد شدن به حریم شخصی دیگران میشه گفت به البته وارد شدن به،, به حریم شخصی حال ممکنه به طرز تفکر اونها باشه به سبک زندگی از اونها باشه یا به ت... مثلا میتونه به... حتی میگیم به تفکر از اون اعتقادات از اونا ام. به همه اینها شامل میشه یعنی یک چیز گسترده هست این بحث حریم شخصی بله بله. و... البته این بدون خواسته اونها باشه اگه با خواسته از اونها باشه ام. ما در تعریف گفتیم که این دخالت دیگه محسوب نش... نمیشه بله. چون مثلا خود طرف آمده گفته من این مشکلات رو دارم و شما من رو راهنمایی کنید بله بله. مثلا اسم از این راهنمایی میذاریم آ دیگه مشاوره میذاریم به این ولی زمانی که صورت میگیره که خانواده بدون خواسته طرف مقابل وارد زندگی شخصی اونها بشن و یک دخالت هایی رو به داخل زندگی از اونها انجام بگیره نعم. حتی این خود طرف به ذهن میایه که دارن در زندگی می دخالت میکنن و همین نکته باعث میشه ضررهایی رو به زندگی از اونها وارد کنیم در چه اسم از مثلا به نام های دلسوزی راهنمایی بذاریم ولی خدای نکرده به به او خانواده میزنیم حالا ما مایم در اینجا بگیم مهمترین انگیزه هایی که باعث میشه دخالت دیگران در زندگی شخصی افراد صورت بگیره یعنی یک خان، مثلا خانواده چه کارهای خودی انجام میده که باعث میشه که بقیه به زندگی از او دخالت کنن خب اولین مورد اینه که این مورد بیشتر به کسانی هسته که تازه ازدواج کردن و عروس عرص و دامات های جدید هستن که از خانواده پدر و مادر خود جدید زیر یک سخف رفتن حال ممکنه در همون خانواده زندگی باره. کنن ما جلسه قبل گفتیم اگه خانواده مثلا دو نفر وقتی که عروسی کنن و ازدواج کنن گرچه با خوشوخ و سرخ و زندگی کنن باز همچی این دو نفر باید حریم های خصوصی خود باشن یک نکاتی گفتیم که برای لازمه که اینا باید رعایت کنن ام. که حد گرچه با اونها دارن زندگی میکنن حتی با اونها قضا میخورن و به ولی باز هم اون حریم شخصی و حریم خصوصی خورد. یک مرزهایی باید بین اینها مشخص کنن اصلا خب میگن عدم آمادگی والدین احساس میکنن آمادگی ندارن فرزندان اینا برای زند... یک زندگی بچرخونن فکر میکنن نیاز به راهنمایی از اینا دارن یعنی من پدر و مادر باید به فرزند خود بگم چه کار بکن چه کار نکن میره والدین فکر میکنن یا نه دو... تو... والدین والدین فکر خب، میکنن والدین همین فکر رو میکنن که انگیزه ای میشه که دخالت خود خدای نکرده صورت رو. بگیره یعنی به فکر خودشان ما راهنمایی میکنیم در آه. حالی که نخواسته او گپ میشه که باعث دخالت دخالت میکن. میشه مم. یک فکر میکنن و این اطمینان ندارن به فرزند خود که ای خودی میتونه یک زندگی بگردونه داره. اگه ای اطمینان رو دیشته باشن و او هم به ای کلمه دو کلمه نیست بعد آموزش ها و مدیریت های قبل از ازدواج ازی چی بر دختر خانم چی آقا پسر دیشته باشن که اینها رو آماده کرده باشن برای یک زندگی وقتی هم که آماده کردن اطمینان رو دیشته باشن که از عهدی زندگی خوب بر بله. این باید آمادگی حتما دیشته باشن ولی خانواده ها از روی دلسوزی میگن این پسر ما تازه ازدواج کرده یا دختر ما تازه ازدواج کرده حتی نحوه تعاملات رو ممکنه مهارت های زندگی رو نداره که با هم سر برخورد کنه پس مگر ما بری

بلی. خب همین گفتن این مطالب شاید اونها ل... به طریقه خ... مثلا خود اینا تصمیم گیردن به اون سبک پیش برن و اون سبکی که من دارم الان بیان میکنم و... مال زمان خودش مال میده. زمان چند سال پیش بوده و امروز کاری نداره ممکنه به ضرر او زندگی تمام بلی. بشه پس این رو باید بیان کنن یا مثلا میگن چون مثلا دخل خرج خوان روز نمیفهمن اینا مگر ما به زندگی از اینا وارد و برای از اینا مثلا مثلا یاد بدین که چی جوری داخل خرج خو کنترل کنی از این حرفا ما میگیم این دلسوزی ها رو لازم نیست خانواده های محترم انجام بشه بلکه اینها رو خودی باعث میشه که اونا کم کم یاد بگیرن و یاد بگیرن که چه پیش برن و اون مهارت رو کسب کنن حال ممکن یک بار اشتباه کنن دو بار اشتباه کنن ولی دفعه سوم او تجربه کسب کرده بله، بله. که این کار رو انجام بدن یک مورد دیگه که باعث میشه انگیزه میشه که بقیه وارد زندگی ام. مثلا دخالت کنن از بیرون خانواده حال اسرار زندگی و مشکلات رو به مثلا به ماما خود میگه م... پدر خو میگه یا به خواهر برادر خو میگن حال فرقی نداره چی خانم باشه چی آقا همین همی اسرار رو گفتن اسرار رو مشکلات بر اطرافیان خب پیش زمینه فراهم میکنن که یک دخالتی صورت بگیره و او، اونها هم که متبعین وقتی آدم حرفی بر اینا بزنه ساکت نمیشینن بردی. یک جملاتی رو میگن و او جملات مم... ممکنه به صورت امر باشه حتی به طرف مقابل ما خوشایند نباشه و این باعث میشه که انگیزه ای باشه که پس انسان خوبه در از زندگی اطرافیان همه چیز رو نکه یک کریمی باز بره خوب دیشته باشه یک مطلب دیگه باعث میشه که از خارج از خانه باز به انسان انگیزه میشه که دخالت صورت بگیره ممکنه خانواده از قبلا همدیگه رو بشناسن هنوزی دو خانواده ازدواج نکرده ولی بله. بل از قبل شناختی نسبت به هم داشته باشن و خدای نکرده با اینجا اختلافهایی داشته باشن مثلا خانواده ها با هم اختلاف هایی با... که هستن یعنی و مادرها دیگه پدر و مادر های دو تا خانواده اختلاف داشته باشن آه. خب وقتی که این پدر مثلا خدا نکنه که دیگه این زوج جوان یک اختلاف کوچیکی پیدا بشه اینها ممکنه برگردن به چند سال قبل اصلا ربطن به زندگی از اینا داشته باشه اما کینه های قبلی جدید بشه و برای انگیزه بشه به برای اختلا... این ای تاز... زندگی از اینا. زندگی آه. از اینا و باعث بشه که به زندگی از اینا آسیب بزنن بله هم یکی از انگیزه هایی است که وارد شدنش باید انسان خیلی دقت کنه دلی. در این مسائل خب یک مورد دیگه ای که ای زوج وابستگی مالی داشته باشن به خانواده خود وابستگی عاطفی شدید عاطفی که هر انسانی داره ولی بله. بله وابستگی عاطفی شدید داشته باشه به خانواده خود بله. خب اینها خودی انگیزه میشه برای دخالت بقیه بله. چون مثلا خانواده پدر خانواده داره پسر خود دختر خود امی مثلا ساپورت میکنه یک مقدار هزینه زندگی میده بله. خب وقتی کسی که هزینه زندگی کسی میده از اون توقع داره طبق خواستی ازش خرج کنه دیگه, بله دیگه. بله. و, و این هزینه زندگی دادن هم تا یک جایی کمک محسوب میشه چون اگر همیشه دوام دیشته باشه استقلال مالی را از خانواده میگیره دیگه این خانواده دچار آسیب میشه بلی. و اختلاف های پیش میایه که همون دخالت اطرافی هم گفتم در این خانواده صورت میگیره مثلا خوشو خسون میاین میگن که ما این پول دادیم به این را مگر خرج نمیگیری ولی پولی که او خانواده دخ... زوج خود اینا در بیارن خب او هر جام خرج کنن کسی برای اینا ایراد نمیگیره دقیقا این موز... موضوع وجود داره ای که مثلا پدر و مادر بیاین برای بچه خود یا برای دختر خود فرق نمیکنه مثلا یک مشکل از اونا رو حل کنه لازم مالی باز از او مثلا چقدر خوب است که بدون توقع باشه ای گب به خاطر رضای خدا باشه خاله. ولی خب اگر توقعات داشته باشه توقعی از او نسبت به بچه یا دختر خود زیاد باشه دیگه خلاص دیگه مثلا مادر می خوب من ای کار بر تو کردم پس نال بعد تو در مقابلش اقدر کارهای دیگر بر ما انجام بتی اگر نکنه اونطور ناراحتی و گپش میاد. بسیار عالی. خب حتی وقتی که باعث میشه که اختلاف بین زوجین صورت بگیره، سری دخالت نکنن خانواده‌ها. حتی در یک خانواده زندگی می‌کنن، بسار مشکل اینا خود خود اینا حل کنم. یعنی همین ز... مثلا عروس دامادی که تازه زندگی کرده، چون اگه وارد بشن والدین به حریم خصوصی از اینا، اینا باعث میشن که بگن ما نمی‌تونه مشکل حل کنیم. شاید هم یک جانب قضاوت کنن باز نه. او بحثش که دیگه بسیار مفصل در بحث پدر مادر خب اینجا دیگه نمیتونه حل مسئله کنه ولی اگه نه یک جا مشکل پیدا کنن و خانواده هیچ دخالتی نکنه بگم بذار م... ولی اگه کمک میخوان کمک خوبه به قول شما آه. توقعی هم که نباشه حالی. بسیار عالی ولی اگه نه خواستن همش بگن نه تو این کارو باید بکنی هم سر تو باید این کارو بکنی این دیگه دخالت محسوب میشه و مهارت به دست آوردن یک زندگی خوب را از اینا والدین ناخواسته میگیرن بله. خب یک این مطالبی بود که ما انگیزه های گفتیم دخالت والدین در زندگی افراد مم. ولی برای دخالت کردن ما شیوه هایی هم داریم یک شیوه هایی که باعث میشه دیگران دخالت بکنن به زندگی مم. ولی خود اینا اسم اینا دخالت نمیذارن بله. یکی از اون شیوه ها اینه که پند مثلا والدینی دیدیم میگم ما از روی دلسوزی و خیر خیر همچین چیزی رو میگیم ما نمایم زندگی فرزند ما ام. به هم برزه و ما که مثلا ما یک اون بچه رو بزرگ دیگه. کردیم سرسامان دادیم و خوبی شما رو میخوایم خب این رو ما میتونیم بگیم که اگه پند و نصیحت با دخالت فرق داره اینجا اگه پند و نصیحت است باید رابطه محترمانه باشه از قبل باید این محترمانه باشه یعنی که مثلا اگر بخوای آرس خدا مثلا پندا نصیحت کنه او آرس قدر او را قبول داشته باشه از قبل خاطرات بدی ازش در ذهن نداشته باشه که مثلا بگو اینا ای مثلا طرفداری بچی خدا میکنه نه اصلا پس یک گپ دوستانه اگر به خاطر پندا نصیحتون بگه بازم میگه نه ای به خاطر دخالتی گفت و مزده بین پند و نصیحت ما یک اختلاف جزئی رو بیان میکنیم که خود خیلی راه است مثلا دعوای زن و شوهر همین مثالی که شما زدین ام. یه هم زن و شوهر دارن دعوا میکنن کسی که میخواد نصیحت کنه با کسی که میخواد دخالت کنه یک نکته فرق داره ام. کسی که دخالت میکنه اینجا میاد وارد جزئیات زندگی میشه این وارد جزئیات زندگی باعث میشه که هم به عروس خود به قول شما هم به داماد خود فرق نمیکنه هر آسیب بزنه یعنی بحث وارد شدن به داخل زندگی بقیه جزئی هیچ وقت سعی کنیم نباشه منظور چی مثلا اگر مثال نه بسیار خوبه مثلا ما میخوایم راهنمایی کنیم طرف رو ما نکات کلی رو میگیم مثلا خطایی رو در یک عروس خانم وجود داره مثلا آشپزی خوب نمیکنه خب بره و نگیم که تو فلان روز هم آشپزی تو خوب نبود فلان شبم چی پختی آشپزی خوبی ندیشتی خب اینها خودی باعث میشه که این انگیزه خوب شدن راضی بگیره و پندونسیت دیگه نمیشه واردی جزئیات نشه خب به صورت کلی آه. مثلا اگه به این سبک شما آشپزی میکردی بسیار مطلوب بله بود بله. این خود باعث میشه و کمک کنه که طرف مقابل اصلاح بشه م. یک مطلب دیگه هم همه انسان ها همه نوعا دقت کنیم احتیاج دارن به انسان دیگه از لحاظ روابط اجتماعی از روابط خانوادگی همه دوست دارن با خانواده ها خود در ارتباط باشن حتی خانواده همسر و اقوام ام. همسر این یک حس انسانیته و این وارد شدن و خود در خانه هم دیگه سعی کنیم به صورت چیز نباشه که وارد جزئیات زندگی اونا بشیم ام. خیلی پرسجو کنیم چون ام. بعضی از دونستان او جزئیات زندگی باعث میشه به خود آدم اول لطف این بعض وقتا لازم نیست همون کلیات رو بدانیم کافیه و حتی بعض وقتا مطالبی هست که به ما هیچ نداره بلده. و ما سعی میکنیم اونها رو به دست بیاریم این حریم هر خصوصی میشه حتی, حتی ممکنه غرور فرد رو بشکنیم آبروی فرد رو ببریم بلده. که اینها خودش هم دیگه غیر قابل برگشت هست. و بسیار اهمیت داره این موضوعات هر کدام اونا به تنهایی میان برنامه آماده نش داریم تقدیم عزیزان میکنیم و بعد از او باز هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست تویی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست برای ظالمان و کافران و, و دوزان، مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست صلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست گناهان قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما جز حس خجالت نیست سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست خدای مهربان هم در فرج تأجیل خواهد کرد به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست آقا ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است گر به نرسی می روم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است کاسلیسی در خانه تو کار من است دانم ای دوست که به ارزش و بی قیمت ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است بگذری گر شبی از گوشه سجاده من بنگری آه جگر سوز فقط یار من است ای که دیدار تو یا شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی بعد یک عمر دگر نوبت دیدار من است ای عزیز همه عالم تو خودت میدانی کولهباری ز گنه تحفه بازار من است پسر فاطمه پسر فاطمه ما سائل درگاه تو ای. پسر فاطمه ما سائل درگاه توی کرمی کن که گدایان سر راه تو ایم گر بدادم نرسی میروم از دست بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است یا صاحب الزمان بسیار عالی و باز هم خوش آمدید میگم به شما عزیزان به برنامه خودتان روشنا و این که شما پدرها و مادرهای عزیز به خصوص در یک خانواده گسترده ای که زندگی میکنین بیاییم او زوجهای جوان او دختر پسرهای جوانی که نو تشکیل خانواده دادن اونا را در زندگی خود ما در زندگی گسترده خود ما قدرشان بدانیم یا به قولی بیایم اونا را هوایشان را داشته باشیم و بسیار با آنها علاقه من باشیم و تا جایی که میتانیم کمکشان کنیم تا ای که بتانن زندگی نوپای خودشان را به خوبی بسازن بله اما باز هم در ادامه صحبت ها هستیم و اینکه که دخالت های اطرافیان در نظام خانواده چه قدر میتونه موثر باشه خانم حسن زاده قبل از اینکه ما میان برنامه بریم ببینیم در رابطه با پند و اندرس صحبت اصلا. کردیم و حالا باز هم میخوایم صحبت ها رو بشنیم بله پند و اندرس ما گفتیم جوری باشه که شخصیت فرد رو تحقیر نکنیم که این نوع پند و اندرس میتونه مفید واقع بشه یکی دیگه هم از موارد پند و اندرس هست که اینکه در جمع افرادی رو نیش وقت سعی نکنیم نه. نصیحت کنیم مم. چون نصیحت کردن جمع هر دختری پسری و... والدین اونها وظیفه اخلاقی خود خب میدانن که به اونها کمک کنن امه. ولی چه خوب هست حال مثلا عروس مثلا داماد دختر بسر فرقی نداره اینها رو سعی کنیم در جمعیش وقت نصیحت نکنیم امه. چون نصیحت کردن در جمع باعث میشه که به اینها آسیب بزنه یعنی بله. به شخصیت اون حالت ببیدن. می بزنیم این ما حتی داریم در روایات اسلامی اگه واقعا میخوای دل سوزانه که فردی رو نصیحت کنی نصیحت کردن به این معنا که بخوای او کار رو ترک کنه طرف نه تنها ادامه نده بلکه کلا ترک هم بکنه بله. اگر زمینه برای اصلاح برای اصلاح فرد آه. و تذکری باشه که اویو از او از بین بره موعظه و انتقاد و آشکار از او ن... نکن... در... مثلا در جمع دیگران جایی نشستن خب تو چون باعث میشه که آبروشو ببری آبروی او رو بر، بر، انسان بردن باعث میشه یک کینه از طرف مقابل به دل بیاد اگه او کینه بیاد دیگه زمینه اصلاح رو گرفتیم ما داریم از در آموزهای اسلامی امام علی علیه السلام که میفرمایند نصیحت کردن تو در میان جب کوبیدن و تحقیر حساب میشه تمام شخصیتش, تمام شخصیتش کوبیده میشه تمام شخصیتش کوبیده میشه و هیچ اثری هم نداره خب ما برای میتونیم خیلی مثال خوبی رو بزنیم ای که انسان وقتی جلوی آینه وامسته تمام عیبهای خود رو از آینه میخواد آینه به خود او میگه افراد دیگر رو اون نمیگه ای های او رو انسان خوب همیجوری باشه وقتی عیبی از فردی میدینه او رو در جلوی خودش و به صورت خفا بگه که در این مدل واقعا اثر بسیاری داره بالی. به این نصیحت کردن یکی از موارد دیگه هست که باعث دخالت اطرافیان رو واقعا زیاد میکنه و از یک نکته هایی هست که واقعا با کانون های زیادی از خانواده ها آسیب زده بحث سخنچینی هست این بحث سخنشینی یعنی سخن فردی رو با هدف برهم زدن نظام خانوادی بله. یا نظام دوستانه هستن بله. بحث دوستانه به بب... کسی دیگه بیان کنی ما این رو از گناهان کبیره میدانیم چون که و در باعث میشه کانون خانواده اصلا باشه و این مثلا ما شاید بگیم سخن چیزی نگفتم به هر فضول فرد آمدم به خودش گفتم که آگاه باشه خب, خب این آگاه بودن ممکنه همراه غیبت باشه. باشه همراه تهمت باشه همراه ریاه باشه همراه حسادت باشه یعنی چقدر گناه های زینه عادی رو بایده. مثلا در داره حتی خدای نکرده دروغ باشه دروغ. که دیگه این خودش بی آس بیشترین آسیب رو میزنه و همه اینها از او حسادت و کینه نشأت میگیره که انسان باید اونها رو در خودش درست کنه ما در قرآن کریم هم داریم که سوره همزه هست امه. که خداوند متعال میفرماید ویل کله حمزت لمزه یعنی وای بر کسانی که ایبجویی میکنن و مسخره میکنن یا سوره قلم هست آیه 11 میگن از پی، پیروی کردن سخنچینان دور شد نه کردن بلی. یعنی وقتی خواستی پیروی کن پیروی نکن کس میگن که آیه 10 و 11 از سوره قلم که میفهمن کسی که بسیار عبجوی میکنه مم. از سخن او اطاعت نکن یعنی وقتی که حرفی رو زد بدان حرفی این ما بلی بلی. حرف تو هم پیش یکی دیگه بیان صحب میکنه بالاخره خب پس این خودش هم عذاب های ما داریم در روایت ها دوچار عذاب قبل میشن و خیلی از مذراتی برای سخنچینی آمده است چون نفاق میاره حسد رو به در بین او خانواده بله؟ روش میده و حتی او کینه و او بذر کینه که میباشه ممکنه نه تنها ای خانواده از افراد دیگه هم انسان کینه به دل داشته باشه دره. و خودش آخر جایگاه خانواده رو مم. پایین میاره ده. و یک سخنی که مثلا میگیم دخالت از رافیان آمده یک سخنی رو از فلان کس به او رو گفته بله. متاسفانه متاسفانه با... چیز بین خانم ها بیشتر از آقایون اتفاق میفته و باعث میشه که ستمه هایی رو به خود انسان دقیقا. بزنه و این چقدر باعث متزلزل شدن کانون گرم خانواده به خصوص خانواده های جوان میشه که خب به هر تجربیات زندگیشان کمتر هست و صدمه زیادتر می‌بینن خب خانم حسن زاده حالا اگر بیایم بررسی کنیم چی باید بکنیم که بتانیم نظام خانواده خود ما را و همو حالا خانواده کوچک یا که هست از این دخالت ها جلوگیری شوه چی باید بکنیم که مانع این دخالت ها شویم در زندگی بله بسیار نکته خوبی بیان کردین یک نوع راهکار برای زندگی بلی بلی. لازم هست و او جلوگیری از دخالت دیگران هست مم. اولی که زن و مرد در خانواده یک خود زن و مرد رو بیان میکنیم چکار کنه بعدش والدین آنها چکار کنه به دو دسته تقسیم میکنه مرزهای باید برای زندگی خود تعیین کنه ما در بین صحبت های این جلسه و قبلی هم گفتیم بلی. یعنی نه که ار... بعض وقتا فکر میکنه مرز تعیین کنه ارتباط خود رو با خانواده که دخالت میخوان بکنن قطع کنن نه مم. مم. ما هم چیزی نداریم حتی ما کسانی که میگم ارتباط خود قطع کردن خدای نکرده قهری در و خانواده او کنترل و مدیریت نداشته که باعث شده چنین اتفاقی بلیم. افتاده به این نحو ما میگیم که به شما وقتی که میخوایم به زندگی شخصی شما آسیب نرسه ارتباط خو قد نکنید با اونها ارتباط داشته باشید ولی برای ارتباطات خو حریمی قرار بدین یعنی تا یک جای برای بقیه اجازه بدین که وارد زندگی شما و نظر بدن نه در تمام مسائل های این زندگی این حریمه مثلا بازگو کنن به کلگی یا ای که عملی نشان بدن چه قسم احسن. باشه مثلا خانواده آمدن برای مثلا پدر مادر باشه یا خوشو خسر آمدن گفتن که شما در این مسئله مثلا باید این کار رو انجام بدید نه تنها حرف رو رد نمیکنم بگم ما قبول داریم حرف شما رو بله. به خیلی مثلا روی باز آه. و بسیار با سخنان نر بگم ما قبول داریم به شما و ممکنه او حرف سخت باشه به یه عروس ام. و داماد یا دختر پسر و, و, راه خودشان رو برن راهی که به خود اینا فکر میکنن به صلاح هست <applause> این باعث میشه که کم کم اونها حریم رو بدانن که این زن و شوهر تا یک جایی به ما اتخالت داده بله. بعد از او دیگه ما مثلا اتخالت نداریم یا جلسه قبل گفتیم مثلا اگه نظر به زندگی میدن بگم واسه مثلا نظر همسر خوب بپرسو این خود یک نکته خیلی آموزنده یک نشان دادن یک حریم هست یه حریم هست خودش برای طرف مقابل بیان کنن یک مطلب دیگه که حریم خود خور رایت کنن این است که بر نامه های خودشان رو زیاد در میان با به صورت جزئیات به همه نکن آه. ما متاسفانه یک عادت بدی هست که بین بعضی از جوان ها اینها فکر میکنن من یه حرف رو به خانواده همه در جریان بذارم در این مورد باعث میشه که به من کمک کنن آه. ما میگه ممکنه نظراتی اونها به شما بدن که چیز میل شما نباشه بله بله. حتی باعث بشه که شما به خلاف از رو بدونیم و این خود زمین دخالت رو فراهم کردیم آه. و برنامه بقیش بر شما چیده شده برنامه بر شما چیده که موافق شما نبوده پس خود این دخالته یعنی خود زن و شوهر باعث شده که یک با بازگو کردن حرفهای خودشان یک زمینی رو فراهم کنن که بقیه بیان برای اینها نظر بدن تصمیم بگیرن یا نظر بگن و برنامه تعیین کنن برنامه تعیین کنن و این خودش باعث میشه که راههایی رو به زندگی م. از اینا برای پیشرفت ببندن حتی مثلا اینها ما این یک جایی برن مثلا یا کاری رو شرکت کنن و اونها بگن نه مثلا بزرگترها به خاطر احتیاطی که دارن بگن نه مثلا به این سبک نباشه اون مم. حتی جلوی پیشرفت اونها رو بگیرن پس این قض... دقت رو باید داشته باشیم یک مورد دیگه که باید داشته در نظر بگیریم قضا... آخر مثلا 5 دقیقه فرصت داریم خب بسیار خوب قضاوت های که اطرافیان برای زندگی ما میکنن همیشه به دید منفی نگر... نگاه نکنیم مثلا... یعنی خیلی وقتا هست که نصیحت‌های های اونا گپ اونا میتونه مفید باشه برای مصبت ما مثبت باشه و اندی بیشتر وقتا میتونه مفید باشه چون تجربه ای دارن از روی دلسوزی بیان میکنن خب بود با دخالت گفته نمیشه دیگه خانم مثلا زده؟ نه خب به حال نه دخالت همون دخالتی یعنی... که من نوعی برداشت کردم خب. من از خوشو خسار مثلا یه حرفی رو زدن و من دخالت برداشت کردم با دید مثبت یک بار نگاه کنم یعنی پس او را ما دخالت نمیگیم بلکه میگیم مشاوره درست مشاوره. راهنمایی راهنمایی میگیم پس این راهنمایی و مشاوره و دخالت بسیار میتونن نزدیک مرز هم باشن هاشون نزدیک به هم باشه پس دیگه به چی داره اینا تشخیصی در این قسمت قضاوت درست به درست بستگی به افکار او فرد داره در این قسمت ولی ب... در همین قسمت به او زوج جوان ممکنه از روی دلسوزی یک حرف زده بله. ولی این زوج جوان چنان اون مسئله رو بزرگ میکنن و میخواین از خود خود دور کنن در صورتی که این مثبت اندیشی رو کلا به منفی گرایی یه گپ از خانم مثلا اصلا اون مثبت اندیشی حالا زوج جوانم هست ای که روابط چه قسم بوده خودتان رو میگفتیم بوده یا نه ای که روابط چه قسم بوده گاهی وقتا هست که مثلا از قبل یک روابط حال گفتگوهای مثلا از قبل شده انتقادهای صورت گرفته که این دختر یا او بچه فرق نمی کنه. در ذهنشان مثلا این انتقادها وجود داشته که باعث شده که مثلا کمک حدثشان مثلا جگرخون شوند حتی مثلا عصبی شوند و ناراحت شوند ولی حالا که وقتی بخواین به صورت اندرز مشاوره و یا راهنمایی یک گپ بزنن خب این فکر میکنن که هنوزم هم گپ انتقاد است و او را به حساب متصل میکنن به دخالت بسیار عالی یک نکته دیگه باید در نظر بگیریم خیلی نکته خوبی رو بیان کردی این نکته رو باید بگی... در نظر بگیریم آه. بعضی وقتا هست که ما طرف مقابل خودمان رو چون پدر مثلا همسر خود برداشت می‌کنه، او حرف رو از پدر خودمان بهش نمیشد او انتقاد نبینیم آه. یا از ما خ... ولی چون به دل ما بد نمیشینه به دل ما بد نشه آه. خب و همون به قول شما او رابطه صمیمانه نبوده که ما از طرف او باعث میشه که به دل ما بد بشینه یک مطلب دیگه وقتی مشکلاتی رو از خانواده مثلا بزرگان از خانواده میبینن حال پدر باشه مادر باشه خوشو خسار یک چیز رو باید مد نظر خانواده ها داشته باشن این نظام کانون خانواده رو در نظر باشن نفع و مسئلهت فرزند خور متاسفانه ما دیدیم در خانواده های نفع و مسئلهت خود, خود فرزند خود در نظر میگیرن اگه اختلافی هست طرف بچه خور میگیرن حالا چی فرق نداره چی دختر باشه چی پسر بله مثل... ما میگیم طرف بچه بخور طرف حقیقت رو بگیر او اگه حقیقت رو بگیری هم خودت آرامش داری از وجدان نداری هم آرامش رو به این خانواده ده می میکنی یا فرز، مسلحت فرزندان ایرم در نظر بگیر فرزند... هم مثلا فقط نگو که دخترمه یا پسرم فرزندمه بگو همسر شما مد نظر باشه فرزندانتون اگه راهکاری ما این بدیم پس خانواده رو ما در, در, نظر, نظر داشتیم مسلحت وقتی که مم. مسلحت خانواده در دهلی. نظر بود این میشه راهنمایی ولی نه صرف ای که من بچه خود خود در نظر بگیرم بگم نه این بچه ایمه مثلا این دختر ایمه بهش آه. ظلم شد بهش مثلا یک حرف بعدی خدا اینه آه. که دستند شد حال کار نداریم اتفاق بله ما مسلحت خانواده رو باید در نظر بگیریم حتی خانواده هایی هستن به خاطر مسلحت فرزندان خود که مثلا یک مس... به فرزند خود یا خیلی به فرزند خود برسانن برسانه باعث میشه که به فرزند اولاد از او. به شوهر از به... یا خ خانم از او ظلم مم. کنن و این ظلمه باعث میشه کینه و بله حسادت و هزار تا مم. مثلا چیزایی باشه که خانه رو کانون و خانواده مم. رو آسیب بزنه یک چیز دیگه هم باید داشته باشه آینده نگری داشته باشیم مم. ما الان میخوام به فرزند خود کمک کنم در آینده هم در توانم هست در زمینه به کد... فرزند خود کمک کنم مم. بعضی از دخالات ها خدای نکرده به همین سبک هست داله. و این باعث میشه اعتماد به نفس فرزند خود بیارم پایین حال ارو... او... نه تنها اعتماد فرزند فرزن. عروس داماد اورم بیارم پایین دیگه اینجی وابسته به من میشه بله. به هر حال ما میتونیم بگیم ام. که اطرافیان هر چقدر هم ای به زوجهای جوان بله. انجام هرچقدر هر چقدر هم حواسشان به زندگی ای زوج باشه ولی دلسوز زندگی باشن باید مراقب زندگی ما خودمان باشیم خود ما باید مراقب زندگی خود ما باشیم و روابط صمیمانه با همسر و فرزندانمان رو داشته باشیم تا بتانیم زندگی موفق و با آرامشی داشته انشالله. باشیم ان تشکر میکنیم خانم سنزاده زنده باشین بله ما آرزو داریم که یکی یک شما خانواده های عزیز زندگیتان پر از موفقیت صفا سمیمیت باشه و این آرزوی ما نیست بلکه آرزوی یک یک خود شما عزیزان هم هست امیدوار هستم که بهترین لحظات در زندگیتان همیشه سرشار باشه و همیشه در زندگیتان وجود داشته باشه تشکر و سپاسگزار از حضور گرمتان به لحظات ملکوتی از آن هم نزدیک هستیم امیدوار هستیم که بر حال ما ردهای خیرتان مثل همیشه فراموش نکنین خداوند نگهدارتان باشه و به با امید توکل به خدای پاک و بزرگ و مهربان برای بهترین لحظات زندگی خدا نگهدار